سلام عرض ادب خدمت همشهری عزیزم. من هم ساکن انزلی هستم، انزلی تا اون زده در حال حاضر، و سفارش و تاکید و سفارش زیاد مسئولان این شهر که در خانه بمانید. یک سال اول، آیا تدبیری شده برای در خانه ماندن؟ آیا اونایی که مجبورن کنار خیابون دست فروشی بکنن، تمام وانتا، تمام کارگرا، تمامی که بساط پهن میکنن، آیا تدبیریه براشون؟ جز اینکه شهرداری تو این چند سال فقط ضرر زده به این افراد. آقای مسئول، نماینده شهر، نمیدونم نماینده قبلی، بعدی، حالا، گذر زمان، نمیدونم کدومو باید بگم. من ناراحتم، ناراحت خودمم، ناراحت فرزندامم، ناراحت همسرم که کنار خیابون داره کار میکنه، آیا با خودش بیروز میاره یا نه. من نگران مادرمم، نگران خواهرمم، نگران کارکنان بیمارستان شهید بهشتیم. من نگران مردمامم، مردمانی که همیشه در صحنه بودن و خودشون رو ثابت کردن به خودشون و همه. آقای مسئول، آقای داستان محترم، آقای فرماندار محترم، آیا شما تدبیری به خرج دادین برای این شهر؟ آقا، برف نیم متری آب کنار فجایع به بار آورد، نتونستین اونو کنترلش بکنی. برفی که به قول شما از طرف خدا اومده و معلوم نیست آیا دست برده انسان هست یا نه. ویروس زندگی که کشور چین ساخت تا بتونه کشورشو بالا ببره، با فروختن داروهاش، با فروختن ماسک و با فروختن دستگاه، شما چیکار کردین؟ احتکار و به نفع خودتون تموم کردین. مردم ایران چه گناهی کردن؟ آقایی که دم به ساعت دستور میدین، میگین تو خونه بمون، تو خونه بمون. آقا من تو خونه بمونم، کی میخواد خرج زندگی رو بده؟ اونی که بیاد تو خونه بشینه، آیا شما دستور میدین که بانک قسطشو بر نداره؟ آیا آب و برق گاز مجانی که 40 و اندی سال پیش به مردم قول داده شد و داده نشد به مردم، آیا اون رایگان میکنید؟ آیا بسته های حمایتی به همه خانواده ها میرسه یا نه پارتی بازی میشه و برای سوگلیاتون، برای سفارش شدگانتون؟ آقا این فیلمی که دارم میگیرم فیلم سیاسی نکنین اینو. آقا درد ماست، درد انزلی، درد ایران، درد گیلان. چرا راستشو نمیگین چقدر مرده؟ چرا نمیگین تلفاتو؟ چرا با مردم رو راست نیستین؟ آقا مردم رأی دادن تموم شد رفت، راهپیمایی اومدن تموم شد رفت. آقا این مردم دیگه از خونه بیرون نمیان. بیاین راستشو بگین، بیاین راستشو به مردم بگین. شما میگی برو پمپ بنزین، از ماشین کارگر پمپ بنزین دستشو نمیاره سمتش. آقای داستان لباس شخصی بپوش، ناشناس برو ببینه اتفاق میفته. میگی داروخونه ها پر ماسکه، پر ژل شستشو، پر مواد ضد عفونی. به والله نیست، داره پارتی بازی میشه. ما این کرونا رو چند سال پیش ما اینا رو دیدیم، با فقری که به ایران اومد، با بیکاری که اومد توی ایران، با تمام نداری های مردم، با تمام بیماری ها، کرونا اومد که به ما ثابت کنه صفهایی که درست شد توی همین شهر برای گوشت و مرغ و شکر، همه خود کرونا بود. اونجایی که چنگ زدین به سر و صورت هم دیگه، موی همو کشیدین، فوش ناموسی دادین به هم دیگه، کرونا اونجا بود که نتونستین مبارزه کنین. چند روز توی خونه نموندین، اعتراض باید از اونجا شروع میکردیم. دولت دید آقا مردم رو نمیشه مهار کرد، اومد گفت این بیماری رو ما کشف بکنیم، بریزیم تو دل مردم، مردم رو تو خونه بندازیم، شاید این مردم خونه نشین بشن. آره خونه نشین شدن دیگه، مردم نمیان قیام کنن. بیاییم با مردم رو راست باشیم. من خیلی ناراحتم، من الان عصبیم، نه من، کل ایران عصبیه، کل ایران ناراحته. امیدوارم راست رو بگین به مردم، با مردم رو راست باشین. شما را به پیغمبر، به پیر، به هر کسی که نمیشناسین و فقط خرافات ریختین توی جامعه، شما را به همون خدایی که نمیدونم دارید ندارید قسم، بیاییم با مردم رو راست باشیم.